رئیس جمهوری افغانستان از افزایش شمار قربانیان انفجار هفته گذشته پایتخت این کشور خبر داد تا به مرگ بارترین حمله به این شهر از زمان سرنگونی طالبان تبدیل شود به گزارش خبرگزاری رویترز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز سهشنبه اعلام کرد که شمار قربانیان انفجار هفته گذشته شهر کابل پایتخت این کشور به بیش از 150 تن رسیده و در نتیجه به خونین ترین حمله در این شهر از زمان سرنگونی حکمرانی سنی های تندروی طالبان تا کنون تبدیل شد بر اساس این گزارش رئیس جمهوری افغانستان طی سخنانی در برابر دیپلمات های خارجی شرکت کننده در یک کنفرانس در کابل درباره انفجار هفته گذشته این شهر به وسیله یک کامیون حاوی مواد منفجره در ورودی منطقه امنیتی حاوی سفارتخانه های خارجی و ساختمان های دولتی اظهار داشت ما تنها هدف نبودیم بلکه همه جامعه دیپلماتیک هدف این حمله قرار گرفت این در حالی است که به گزارش خبرگزاری های افغانستان اکثر قربانیان این اقدام تروریستی غیر نظامیانی بودند که به دلیل عدم امنیت دست به تظاهراتی مسلمات ها زده بودند غنی همچنین به صورت ویژه از 13 نیروی پلیس افغان که کامیون بمبگذاری شده را هنگام تلاش برای ورود به منطقه مذکور متوقف کردند و همگی در نتیجه انفجار کامیون جان خود را از دست دادند تمجید کرد. پیشتر آمارهای رسمی از جان نزدیک به 90 شهروند افغان و زخمی شدن بیش از 460 نفر دیگر در نتیجه انفجار هفته گذشته کابل حکایت داشت. برخی از فعالان اجتماعی افغانستان نیز در واکنش به سخنان غنی اعلام کردند که حکومت این کشور سعی در استفاده از انفجارهای تروریستی به عنوان اهرمی برای کنترل مردم دارد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن انفجار خونین را بر عهده نگرفته و اعتراضهای گسترده علیه دولت همچنان ادامه دارد